تو این ویدیو میخوام راجع به آلبومی حرف بزنم که تو این 5 سال توی کامیتی انگلیسی ترکونده، نه فقط توی کامیتی انگلیسی بلکه به هر زبانی که شما اسم این آلبوم رو سرچ کنی تقریبا کانتنت هایی با ویو های خیلی زیاد مواجه میشید. دلیل اول این که این آلبوم انقدر اهمیت داره و انقدر باعث شده که ویو مخاطب جذب کنه خود کانسپت آلبومه که میخواد حس زوال عقل و آلزایمر رو تجربه کنید. یک آلبوم 6 ساعت و 30 دقیقه‌ای که حدود بسیار زیادی موفقه که یه همچین حس و تجربی رو به شما بده. A caretaker everywhere at the end of time. به تلگرامی خب وقتی که کلید واژه‌ها رو سرچ میکنی اگه توی چنلشون جوین نباشی واسط نمیاره و من نمیدونم چنل تلگرامی بوده که راجع به این آلبوم صحبت کرده باشن یا نه و اهمیتی هم نداره واقعیت، ولی توی گوگل و توی یوتیوب من به فارسی سعی کردم که یک چیزی از این آلبوم پیدا کنم و واقعیت چیزی پیدا نکردم متاسفانه. و بعد از 5 سال ترکوندن این آلبوم من اینجام که راجع به این آلبوم با شما صحبت کنم. قبل از که شروع کنیم بریم سر اینکه داستان آلبوم چیه و یه سری چیزا رو من واسهتون توضیح بدم، یه سری چیزا رو روشن کنم، اینو بهتون بگم که قرار نیست تو این ویدیو من تجربه شنیداری شما رو ازتون بگیرم، نمیشم یه همچین کاریو کرد، یعنی صرفا من دارم توصیه میکنم که برید گوش بدید واسه اینکه تجربه بهتری هم داشته باشید از گوش دادن به این آلبوم. من اینجام که یه همچین ویدیویی درست کنم، چون موقعی که شما ندونی که حالا این آلبوم چی رو میخواد به تو نشون بده، صرفا یه سری نقاشی ابسترکت میبینی توی کاور آرت های آلبوم، چه 6 تا کاور آرت داره آلبوم، حالا بهش میرسیم که چی جوری اصلا آلبوم منتشر شده و این 6 ساعت و نیمه چی جوری به خورد مخاطب داده شده. و جدا از همه اینا وقتی که آلبومو داری گوش میدی و اصلا تایمت هم میذاری واسه شنیدن کل این آلبوم، یه حس عجیبی به شما داده میشه که دنبالش میگردی که ببینی من چه حسی رو تجربه کردم. ولی وقتی که بدونی این آلبوم داره به تو چی رو نشون میده، توی کاور آرت داره به چی رو نشون میده و دیگه اثر هنری پکیج کامل از چیزی که دنبالشان داره به تو تحویل میده، اونجاست که تجربه شنیداری تو خیلی قوی تر و بهتر میشه. و جدا از اون اگه دوست دارید چند روز دیگه بعد از منتشر شدن این ویدیو قراره که آلبومو کامل تو یک ویدیو گوش بدیم، اگه تا اون روز صبر میکنید که آلبومو نشنوید میتونید اون ویدیو رو ببینید و با هم این 6 ساعت و نیم داشته باشیم آلبومو گوش بدیم، چون یه سری توضیحات و یه سری حرفامو گذاشتم واسه اون ویدیو، چون که باید بهتون نشون بدم و اون حسو با هم تجربه کنیم. من خودم یک بار واقعیت آلبوم از اول تا تش گوش دادم و تو اون ویدیو قراره که دومین تجربه‌ام از گوش دادن اول تا آخر این آلبوم باشه. این تا اینجا واسه اینکه ببینیم یک آلبومی که میخواد یه شاک تراپی داشته باشه واسه تون و یه همچین حسی رو بهتون بده از کجا اومده، نیازه که ما بریم و با خالق کرتیکر آشنا شیم. پروژه تک نفره از دی جی اهل انگلیس اسم جیمز لیلند کربی 9 می 1974 به دنیا اومده و تو دهه 90 یکی از دیجی های اهل منچستر بوده و دقیقاً هم همون موقع ها بود که حس میکرد میخواد موسیقی الکترونیکی خودشو بسازه و این کار خیلی سختی بود تو اون زمان، چون که دانش قبلی در مورد سخت افزار موسیقی الکترونیک نداشت و اینترنتی هم نبود مثل امروز که حالا شما با دوتا سرچ به کلی کلاس و کلی چیزای آموزشی بتونید دست پیدا کنید و راحت هر چیزی که بخوای بتونی باشی. و جدا از این کامیتی آنلاینی هم وجود نداشت برای شیر کردن ایده ها. پس کربی چه کار میکنه؟ شروع میکنه به تجهیزات موسیقی خریدن و با چند تا آرتیست دیگه شروع میکنن خودآموز یاد گرفتن اینکه چجوری با این تجهیزات کار کنن. کار خیلی سختی، ذوق خیلی زیادی هم البته میخواد، یعنی ابزارو داشتن کار بلد نبودن، انقدر ور رفتن با این ابزار تا بتونن کار یاد بگیرن. تایمو میبریم جلوتر، میرسیم به 1999، جایی که کربی موفق ترین پروژه شخصی خودشو شروع میکنه، پروژه 20 ساله کرتیکر، پروژه‌ای که با هدف لذت نوستالژی، آگاهی و شادابی متولد میشه، که اتفاقا این پروژه هم تا 14 مارس 2019 ادامه پیدا کرد و توی 20 ساله خودش دیگه کاری که میخواست واسه موسیقی انجام داد.
کربی پروژه های دیگه ای هم داشته و فقط مثلا اینجوری نبوده که صرفاً کرتیکر این وسط باشه، پروژه دیگه ای داشته، پروژه با داستانای عمیق و جذابی هم اتفاقا داشته که توی کریر کربی گم شده و زیاد راجبش صحبت نمیشه. یعنی اونقدری که راجب کرتیکر صحبت شده، یک دهمش هم راجب پروژه دیگه کربی صحبت نشده. و درسته کرتیکر دیگه اوج داستان کربیه، اوج خلاقیت، اوج هر چیزی که اصلا ما انتظار داریم از کربی که بهمون تحویل بده. ولی من واسه این ویدیو سراغ پروژه دیگه‌ش هم رفتم و داستانه اونا رو هم تا جایی که میتونستم تونستم بفهمم که راجب چی و اینجور چیز. حالا شاید بعدن ببینیم که ویو چجوری میگیره این ویدیو، شاید بعدن راجب پروژه دیگه کربی هم یه سری ویدیوها درست کنم. مثلا یه پروژه داره کربی که میره تو مزرعه عموش اگه اشتباه نکنم و صدای غذا خوردن خوک‌ها رو ضبط می‌کنه و اینو جوری به تو ارائه میده و جوری به گوش تو میرسونه که انگار مثلا این خوک‌ها دارن کشته میشن، در صورتی که فقط صدای غذا خوردنشونه و صدای حالا لذت بردن از اون غذا. شما با خودتون فکر کنید که Everywhere at the End of Time که 6 ساعت خورده ایه طولانی ترین پروژه کربیه، چون 6 ساعت یه آلبوم 6 ساعت هست و خیلی زیاده. ولی نه، کربی یه پروژه داره به اسم The Death of Rave، 19 ساعته و بالای 200 ترک داره که خب خیلی زیاده. و میاد مثلا 2014 یه ریمیک ازش منتشر میکنه، ریمیک 8 ترکه که خیلی مختصر و مفید چیزایی که مثلا میخواسته ارائه بده رو تو اون ریمیک به شما تحویل میده که توی بندکمپش هست، دو نسخه آلبوم میتونید حالا اگه دوست داشتید برید سراغش بعدن. در نهایت میرسیم به کرتیکر. اگه بخوایم داستانای کرتیکر و چیزایی که کربی بهمون تحویل میده رو تو پروژه‌اش راجعش صحبت کنیم، چند روز باید نانستاپ فقط حرف بزنیم، فقط نانستاپ حرف بزنیم، نانستاپ چیزای مختلفی ببینیم، نانستاپ نظرات مختلفی رو بخونیم و باز هم حس کنیم که نیازی که بیشتر و بیشتر بفهمیم. یعنی کربی واقعا کاراش اینجوریه و خیلی آرتیست عجیب و غریبیه. یکی جذابترین چیزای کار کربی اینه که کاراش کلا دیجیتالیه، یعنی حداقل تا جایی که من میدونم و راجع به این آلبوم به خصوص مخصوصا Everywhere at the End of Time همش دیجیتالی ساخته شده با سمپل کردن آهنگای دهه 20 تا دهه 40 ساخته شده و مثلا یه سری از آهنگایی که واسه اون موقع است ولی زیاد میدونید زیاد معروف نیست، مثلا از ایناست که حالا ما تو ایرانی همچی تجربه یا نداریم، ولی مثلا یکی کالکشنش رو داره میذاره واسه فروش، میری میبینی که مثلا یه سری واینیلی که پدر بزرگش یا مثلا یکی از فامیلاشون واسه این هست و مثلا قیمتش بالاتر از 5 دلار نیست، از اونا میاد سامپل برمی‌داره، یه سری از سامپلش از اون ترکو برمی‌داره. و چرا یه همچی کاری میکنه تو استیج یک فستیج دو بیشتر؟ به خاطر اینکه اون حس نوستالژی واسه تو ایجاد کنه که سن تو رو حالا بیشتر نشون بده، میدونی، چون داستان زوال عقله و میخواد یه مقداری پیرتر تو رو نشون بده و سر همین تو با گوش دادن به اولین ترک استیج یک Everywhere at the End of Time یاد خونه پدر بزرگ، مادر بزرگ و یه همچی چیزایی میفتی، دقیقاً چیزی که مثلا تو استیج یک حتی تو کاور آرتش هم بهت میده که حالا بهش میرسیم جلوتر. راجع به استیج آلبوم صحبت کنم واسه اینکه گیج نشید، خیلی ساده است. ببین آلبوم 6 تا استیج داره که فاصله هر 6 ماه تقریبا یه استیج منتشر شده با یه کاور آرت مخصوص به خودش. یعنی از 22 سپتامبر 2016 که اولین استیج شروع میشه تا 14 مارس 2019 که استیج 6 و به پایان میرسه. و هر استیج آلبوم داره یه سری چیزا به تو میده و یه سری چیزا رو از تو میگیره که استیج به استیج حالا میریم جلوتر و میبینیم که کربی دقیقاً چی میخواد از تو و دقیقاً چی رو میخواد ازت بگیره. مثلا ببین استیج 1 دارم میگم یه سری سامپل به تو میده واسه اینکه تو تست خوبی داشته باشی، بری تو گذشتهت، بری تو خاطراتتون، تو جایی که مثلا دلتون واقعا واسه یه سری رو تنگ میشه که تا الان مثلا شاید زیاد بهش فکر نکردید، نمیدونم زیاد مثلا فلان فامیلتون، فلان کس تو بچگیتون زیاد اهمیتی نداشت تا الان واسه تون. ولی این آلبوم و گوش دادن تنهایی حالا یه جوری به این آلبوم باعث میشه که به یه سری از خاطرات خیلی دورتون فکر کنید تو استیج 1. ولی جلوتر مثلا تو استیج بعدی، بعد استیج 3 اگه اشتباه نکنم، یه سری سامپلا رو بهتون داده میشه و به خوردتون میده کربی که شما تو این سامپلا گم میشید و مغزتون گول میخوره که این سامپلی که دارید میشنوید قبلا شنیدید یا نه. خیلی باهاتون بازی میکنه، حالا بهش میرسیم. قبل از اینکه بریم سراغ استیج 1 باید ایوان سیلو بهتون معرفی کنم که کارای کاور آرت این آلبومو زده و دقیقاً میتونه
میتونم بگم نقش کربی رو داشته واسه کرتیکر توی این آلبوم. یکی از دوستای قدیمی کربی که اینا ایده‌هاشون رو با هم مطرح میکنن که یه همچین چیزی رو میخوان به مخاطب ارائه بدن و ایوان سیل میتره کنه. ببین تو دوره‌ای که الان ما تو دوره‌ای قرار داریم که حالا مثلا کرکینگ یا آلبومایی که امسال مثلا داره منتشر میشه از بندای بزرگ با AI سر کار دارن، یه کارارت کسری اصلا دارن تحویل میدن، مثلا چیزی که باعث اعتراض خیلی هم شده، البته به درستی هم باعث اعتراض شده. و دقیقاً ایوان سیل یکی از اشخاص مهم و درست واسه مثال زدنه اینی که چقدر اهمیت داره که اون کسی که داره واسه تو کاور آرت میزنه بفهمه که تو چی میخوای ارائه بدی به مخاطب. و همین داستان و همین موضوع و همین کاور آرتایی که ایوان سیل لعنتی واسه این آلبوم زده باعث میشه که تو بیشتر و بیشتر آلبوم به خوردت بده و بیشتر و بیشتر اون حسی که میخواد کروی به تو بده رو درک کنی و بهش برسی. دو تا دوست قدیمی، یکی کارش موسیقی الکترونیکیه، یکی روگن کاره ابسترکت تولید میکنه و Everywhere at the end of time جرقه این دوتا یه نقطه پرایمشونه. و میریم سراغ استیج یک. نشانه های از دست دادن حافظه رو تجربه میکنیم. استیج یک بیشتر شبیه یک رویاست، یک رویای خوش و اون شکوه پیری و یادآور آخرین مرحله از روزای خوشتون. ترک اول با شادی عجیب و غریب ساده ای شروع میشه، لوپ هایی از آهنگ های معمولا گرم و شادی رو داره به تو تحویل میده، انتخاب های آرامش بخش پیانو تا شما رو آروم کنه، ریلکستون کنه. و جدا از این وقتی که ترک اول رو پلی میکنید، من نمیدونم چند تاتون تجربه گوش دادن واینیل رو داشتید تو گرامافون یا حالا توی رکورد پلیر ها. وقتی که واینیل دست چندومی رو میخری و واینیلی که حالا یه جورای آسیب دیده رو رکورد پلیر خیلی ارزونی حالا پلی شده و همین مثلا باعث شده که اون سوزنه آسیب بزنه به اون داستان، یه صدای خاصی از اون رکورد به گوشتون میرسه. احتمالا هممون هم آشناییم، حالا به واسطه تلویزیونی قدیمی یا یه سری چیزای اینجوری آشنا هستیم با وایت نویزا، خیلی خوب آشناییم. صدای برفکی بهش نمیگم ولی یه همچین صدایی. و کربی به درستی همچین چیزی رو مرج کرده با چیزی که ساخته و سمپلایی که انتخاب کرده که یه همچین حسی رو به تو بده که زمان گذشته، میدونی، و تو داری خاطرات خودتو مرور میکنی. و جدا از این حس موزیکا تضاد خیلی جالب و عجیبی با اسم ترک داره و هرچه استیج رو جلوتر میره این تضاد اسما با حس و حال موزیک نزدیک به هم میشن و دقیقا حس موزیک میرسه به چیزی که کربی روش گذاشته. بریم سراغ کاور آرت استیج یک. هم پلت رنگی کاور آرت ها هم چیزی که استفاده کردن خیلی جالبه. اولا که کاور آرت اگه نگاه کنید مثل یک چند تا ورقه است که داره موچاله میشه، دقیقا مغز و حافظه رو داره نشون میده تو اینجا. و پلت رنگی چیزایی که استفاده شده رو اینجا اگه نگاه کنید، بالایی که عکسای مثلا رنگی کتاب درسی هاست یه همچین چیزیه، دومی یه تلویزیون خیلی قدیمیه که موقعی که خاموش میشد اون رنگ سبز میزد توی چشت. احتمالا اگه مثلا من مادر بزرگ مامانم یه همچین چیزی داشت و تجربه دارم که حالا یه همچین چیزی ها نزدیک دیده باشم و سر کار داشته باشم. و در آخرم که عکسای خیلی قدیمیه، عکسای سیاسفید تابلوه. و چیزی که داره توی پلت رنگی بهتون نشون میده، چون توی حتی همون تلویزیون ها و همون کتاب درسی که من دارم بهش اشاره میکنم حالا زمان قدیم تر، یه فیلتری توی رنگا داشتن، یعنی چون که خب زمان قدیم بوده و اکثر چیزایی که شما به چشتون میخورد توی حالا کتابا بود، روزنامه بود، عکسا بود، با همین تلویزیون ها و فیلم ها بود، تقریبا همین رنگا رو شما میتونستی ببینید نسبت به اون فیلتری که حالا اون زمان بوده. جدا از اینا تشخیص سمپل ها توی استیج یک خیلی ساده تره، کلا استیج یک خیلی به تو خوش میگذره و زیادی هم چیزی رو شما تحویل نمیگیرید توی این آلبوم. و هرچی که حالا جلوتر ما میریم تشخیص سمپلات سختتر و سختتر میشه واسمون، به جایی که توی استیج 6 غیر قابل تشخیص عمل از سمپلایی که استفاده شده. بعد از این خوشگذرونی و رفتن توی گذشتمون و خاطرات خوبی که حالا به یاد میاریم، که اینکه خاطرات خوبی هم به یاد میاریم هم خیلی جالبه به خاطر اینکه حس خوبی داره آلبوم به تو میده و بیشتر از اینکه خاطرات دارک و تاریک خودتون رو به یاد بیارید نسبت به سمپلایی که استفاده شده و اون گرمی و شادی که داره بهتون میده، خاطرات خوبو دارید به یاد میارید. و بعد از این خوشگذرونی میریم سراغ استیج 2.
بعد از آخرین روزهای عادی و خوبمون تو استیج یک میرسیم به اینکه کم کم حسای عجیب و ناشناخته‌ای بگیریم. با اینکه استیج دو خیلی شبیه به استیج یکه و البته که تو استیج دو وایت نویز ها بیشتر و بیشتر شده که توی یه سری از ترک های استیج دو اول امبینت و نویز سفید ما داریم، بعد حالا یه چیزی که کربی میخواد و میریم گوش میدیم، یعنی در یه سری از ترک های استیج دو و همه اینا نشانه است، نشانه این که ما میدونیم یه چیزی درست نیست ولی نمیدونیم چی درست نیست و اینجوری بگم بهش توجه نمیکنیم که چی درست نیست. استیج دو جاییه که خواهید مبارزه کنید و فکر میکنید که میتونید برنده این مبارزه باشید و میتونید درمانش کنید، حلش کنید، ولی استیج 3 اینو کامل ازتون میگیره. هر دوتا استیجی که تا الان گوش دادیم نشان دهنده یک ذهن منسجم با توانایی سازماندهی و بایگانیه. تفاوت اصلی که استیج 2 با استیج 1 داره این که فقط بر روی اوج و لحظات خوش شما دیگه تمرکز نمیکنه، سمپل ها دستکاری میشن و یه سری بخشای خاصی ازشون حذف میشه و ازشون گرفته میشه. این داره بهتون هشدار میده که این خاطرات به طور جدی در حال فروپاشی هست. وقتی که میریم سراغ کاور آرت به همون چند تا گل داده شده، گلای صورتی که چند تاشون دارن پژمرده میشن ولی نه به صورت کامل، ولی در حال پژمرده شدن. تو یک گلدونی که شبیه بدن انسانه، یه همچی چیزی من حداقل ازش دارم میبینم، نه فقط من، خیلی های دیگه، و شبیه اسکلت انسانه، یه همچین چیزی و پلت رنگی هم کامل مشخصه که داره چیو به شما نشون میده. اینجاست که یه سری خاطرات جدیتر به یادتون میاد. استیج دو میتونم بگم تنها جاییه که آدم خیلی امید داره و اون ترسه به اون شکل غلبه نمیکنه به امیدتون و شما تو آخر این استیج هم یه همچین حسی رو دارید و بعد میرسید به استیج 3. استیج 3 آخرین لول شماست قبل از شروع گیجیتون و اینجا اولین باریه که میتونم بگم موهای تنتون سیخ میشه با شنیدن این آلبوم، با ریورف کردن ترک ها و اون اتمسفر سنگین و عجیب و غریب استیج 3 داره بهتون نشون میده که خاطراتتون دیگه داره از بین میره کم کم و در حال از بین رفتنه و جدا از این آخرین فرصتیه که کربی داره بهتون میده واسه شناخت مشکل که تشخیص بدیم یه مشکلی به ما وجود داره. تو استیج سه میتونم بگم یکی از نقطه عطفای این آلبومه، نه به اون شکلی که تو استیج 4 ما داریم بهش برمیخوریم، یعنی استیج 4 میپاچونه شما رو کامل، حالا بهش میرسیم. یکی از مهمترین نکاتی که استیج 3 داره و اینو کامل بهتون میگه اینه که طول آهنگا خیلی داره طولانی تر میشه و این روند رو شما کلا دارید، یعنی هرچی که استیج ها بالاتر میره طول تک ترک ها طولانی و طولانی تر میشه. یعنی بهتون گفتم کل آلبوم 6 ساعت تا نیمه و شما در شرایط استیج سه رو شروع میکنید که دوتا استیج قبلی مجموعاً یک ساعت تایم شما رو گرفته و 5 ساعت و نیمه دیگه تو 4 تا استیج بعدی خلاصه شده. حسی که آهنگا به شما میدن اینه که مثلا سمپل ها خیلی خستن، یعنی این سمپل خسته ای شما به گوشتون میرسه و جدا از این کربی ترک ها رو با وسواس فوق العاده زیادی درست کرده که واقعا تو استیج سه ثانیه به ثانیهش میدونه کربی که باید چی و کجا بذاره و چه صدایی و کی به شما تحویل بده، کی ریورف کنه، کی نمیدونم دیستورت کنه، همه اینا ببین به دلایلی داره اتفاق میفته و مشخصه یه اوورسین که جالبی روی این ترک ها انجام شده که البته جوابم داد. بریم سراغ آرت ورک کار. حالا به خاطر اینکه سبزه به نظرم شبیه گیاهه، ببین مثلا سبز و سیاه شبیه گیاهیه که منفجر شده، چیزی که حالا خیلی هم نظرم. یکی کانال یوتیوبی که حالا من این عکسام از روش برداشتم، حرف جالبی که میزد این بود که انگار همه چیزهایی که از قبل این گیاه نگه داشته رو داره تو اینجا نابود میشه. پلت رنگی خیلی جالبی هم داره و هر کدوم از رنگا نشانه یک چیزه. ببین این عکسی که من درست کردم دارم میگم یکی از کانتنت خیلی راجبه کربی ساخته شده و یکی از مهمترین کانتنت هایی که راجبش درست شده که حالا خیلی از یوتیوبرهای دیگه هم تو اون شرکت داشتن راجب این پلت رنگی صحبت کرده بود و من از اونجا دارم وام میگیرم. دیگه کاملا مشخصه که رنگ سیاه نشانه خرابیه، رنگ سبز نشانه همین قرصاس و رنگ آبی هم لباس پزشکیه و همه اینا نشانه اینه که مشکل خیلی جدی واسهتون پیش اومده. و میرسیم به استیج 4، استیج مورد علاقه من و جایی که شما توی استیج 4 سورپرایز میشید.
استیج 4 حس شما رو از مالی خولیا به ترس میبره. اصلا اینجوری بود که تو الان یه حس شناور داشتید، میدونستید یه سری چیز درست نیست و داره خاطراتتون دارم میگم تو مهی که استیج 3 واسهتون میسازه، از اول آلبوم البته واسهتون ساخته میشه، ولی تو استیج 3 داره خاطراتتون رو میگیره یکی یکی ازتون. اینجا سقوط میکنه. توی استیج 4 جایی که شما سقوط میکنید و مهمترین استیج این آلبوم همینه. یه سیاه چاله واسهتون میسازه استیج 4 که هر چیزی که دارید و داره ازتون میگیره، هر چیزی که تو ذهنتون دور دورام هستم داره ازتون میگیره، جایی که آرامش و توانایی یادآور خاطراتتون و خاطرات منحصر به فردتون سویچ میشه با سردرگمی و وحشت و شروع طوفانی استیج 4، اون ترک اول و اون اتمسفر طوفانی استیج 4. ببین شما من خیلی بهتون پیشنهاد میدم که یعنی هر کی که اصلا این آلبوم یک بارم گوش داده باشه بهتون همش پیشنهادی میده که ببین بجز استیج 1 و استیج حالا یه سری ترک های استیج 2، بقیه استیج ها رو اینجوری نباشه که شما یه دونه ترک پلی کنید. اون فضا هر باید واسهتون بسازه تا بفهمید داره چه اتفاقی میفته. باید شما اون دوتا استیج رو همون موقع گوش داده باشه که استیج مثلا 3 ببینی داره چه اتفاقی میفته و از اونور استیج 3 رو تموم کرده باشی که ببینی استیج 4 چه شروع ترسناکی داره. شما آخر ترک استیج 3 رو با اولای ترک استیج 4 وقتی که پشت هم گوش میدید واقعا پشماتون میریزه، یعنی اصلا دیوونه میشید یهو یه حس ترسناکی و اون ترس عجیب و غریبی بهتون دست میده و اون جهنمی که کربی میخواد واسهتون بسازه واقعا به واقعیتی واسهتون تبدیل میشه. یعنی شاک تراپی اینجاست که یه جورایی داره خودشو کامل تر نشون میده. تو استیج 4 همه ترک ها بالای 20 دقیقن و هیچ ترک زیر 20 دقیقه‌ای تو استیج 4 ندارید. اگه مثلا نمیدونستید که این آلبوم راجع به زوال عقله و مثلا هم رندوم میرفتید تو اسپاتیفای و از کاور آرت این آلبوم میرفتید استیج 4 رو پلی میکردید، به نظرم حسی که بهتون میداد فقط این حس بود که خب این چیزی که دارید گوش میدید یه چیزی که پر درده و پر از سردرگمی و ترسه و نمیدونستید ترس چی و داستان چیه، ولی وقتی که همه رو گوش بدید و بدونید که چی پشت آلبومه میفهمید که ترس از دست دادن خاطراتتونه. سازها و نوع استفاده از سمپل ها تو استیج 4 حس اینو بهتون میده که ببین مثلا توی چای افتادید و یه نوری از بالا داره میاد و شما با اون نور زور زدید، چون بقیه چیزهایی که تو این چاه سیاهه و شما تو اون چاه افتادی یه کورس و امیدی از خیلی دور دارید نگاه میکنید. واقعا یه سری چیزهایی که استفاده میکنید تو استیج 4 دقیقا حکم این نوره رو به شما میده. همین چون تایم ترک هم طولانیه یه سری جا دقیقا شما یه همچین حسی رو میگیرید. یعنی اتمسفر و کارهایی که مثلا با بعضی جاها توی استفاده از سمپل میکنه اینجوریه که شما خب کامل سقوط کردی و تو پایین ترین نقطه اید، ولی یه حسی یهو توی آلبوم بهتون میده، یهو توی ترک ها بهتون میده، این حسو دارید که خب هنوز ازش هوشیاریم و کامل از دستش ندادیم و خیلی کار سختیه. یعنی پشمای آدم واقعا میریزه از کاری که کربی کرده تو این استیج. داستان چایی که بهتون گفتم ترک تمپوری بلیس استیت که دقیقا بین این سیاهی ها قرار داده شده، فکر کنم ترک سوم استیج 4 و بین این همه درد و رنج و این همه چیز به این ترک میرسید و اون نوره دقیقا چیزایی که تو این ترک. بریم سراغ کاور آرت که یکی از بهترین چیزهایی که من تو زندگیم دیدم، خیلی دوستش دارم این کار آرتو که دقیقا حس ادویه یا پودرای آبی رو دارید میگیرید از این رنگ آبی، آبای ساکن تو دریای آزاد و ترک های خاکی. و وقتی که زوم کنید به این کاور آرت میبینید که ببین یه سری رنگ ها هست، مثلا دور که نگاه کنی فکر نمی کنی که حالا به یه سری رنگ خلاصه شه، و وقتی که زوم میکنی تشخیص یه سری چیزا واسه سخت‌تر میشه، که اینجاست که من میخوام پل بزنم. من یه عکسی رو تو چنل تلگرامم گذاشته بودم قبلا و گفتم که با این عکس بعدن کار داریم. یه عکسی که ترند شده توی همه جا عملا راجع به این عکس صحبت کردن. و چرا این عکس انقدر معروفه؟ به خاطر حس سکته به شما میده. عکس چیه؟ عکس اینه. میگن که این عکس نزدیکترین حس شما نسبت به سکته است موقعی که این عکس رو میبینی. چرا؟ چون که شما میدونی یه چیزی جلوتونه ولی نمیتونی تک تک این اجزا رو به درستی تشخیص بدی. و چجوری این عکس درست شده؟ یه پل بزنیم به این که چجوری این اصلا این داستان این عکس چیه. عکس اینجوریه که یه سایتی هست که هنوزم موجوده که به AI شما چند تا عکس میدی. سایت خیلی قدیمیه. الان فکر کنم خیلی ورژن بهترش اومده و خیلی همین
سایت هم خیلی خفن تر شده اگه اسمش تا الان تغییر نکرده باشه، که شما چند تا عکس بهش میدی و این عکس‌ها رو خودش ترکیب میکنه که خروجش اکثرا خروجی جالبی نبودن حالا تو اون سالا، ولی این خروجی به صورت خیلی شانسی یه همچین چیزی رو به تو داده که ببین مثلا یه اتاق خیلی کثیفه، مثل کوه لباسه، کوه آشغاله، ولی وقتی که زوم میکنی یک دونه از اجزایی که تو اینجاست نمیتونی تو تشخیص بدی. و این کاور آرت تو استیج 4 هم با پلت رنگیش دقیقاً همینه، رنگا وجود دارن خب، ولی سخت تشخیص دادن رنگا. و بازم یه شاتات خیلی گندهی بدیم به ایوان سیف و اینجاست که کاور آرت اهمیت خودش داره نشون میده و پا به پای آلبوم داره بهت همه چی رو نشون میده. و آخرین نکته استیج 4 هم بگم و بریم سراغ استیج 5. جالبترین نکته استیج 4 اینه که شما توی استیج 4 سمپلایی رو میشنوید که توی استیج 1 شنیدید. همین موضوعی که ببینید حس میکنه که اینا رو من شنیدم ولی نمیدونی مثلا یک ساعت نیم دو ساعت قبلش تو استیج 1 شنیدی. اجازه همچین چیزی رو به تو کربی نمیده، فقط حسش میکنی که اینا آشناس ولی نمیدونی که دو ساعت پیش اینا شنیدی. و خیلی کار عجیب و غریبیه، یعنی اصلا آلبوم خیلی عجیب و غریبه. و در آخر استیج 4 اینجوریه که آرامش و توانایی یادآوری خاطرات شما به وحشت و سردرگمی تبدیل میشه. بریم سراغ استیج 5. استیج 5 آخرین گریه های تو برای یادآوری خاطراتته. همونطور هم موزیک داره این کارو با تو میکنه. توانایی تشخیص ترک ها محو میشه و به سردرگمی تبدیل میشه. تو استیج 5 عملا تشخیص کاری که ترک ها دارن با تو میکنن خیلی سخته. تو استیج 5 حسی و شما دارید که سازی توی آلبوم وجود نداره و فقط نویزه. البته اشتباه این موضوع. کربی این کارو کرده که تو زور بزنی برای به یاد آوردن خاطراته. زج زدن مغز تو واسه اینکه آیا این خاطرات واقعا وجود داشتن یا نه. استیج 5 جوریه که شما از صداهایی که داره بهتون میده متنفرید ولی باز نمیخواد هدستو در بیارید، یعنی غرقتون میکنه. موقعی که از این استیج عبور کرده باشید تو استیج 5 غرق میشید ولی نمیخواید که در بیارید اینو. جذابیت بیمارگونه این پروژه مثل استیج قبلی تاثیرات واقعا زیادی روتون میذاره. گیجی و ترس اکستریم تر میشن، تکرار و تنیدگی های شدید تری تو این استیج دارید و لحظات آرومی رو سپری میکنید تو استیج جاش که ممکنه ناآشنا به نظر برسن ولی خب احساس آشنا بودن داشته باشن. دقیقا حالا چیزی که تو استیج 4 هم تجربه میکنید. صرفا استیج 5 اینجوریه که شما یه زمانی رو صرف میکنید تا موقعی که به انزوا برسید. خیلی جالبه که کاور آرت کار یه رنگ مرواریدی رنگ داره، مرواریدی خاموش، رنگ هایی که ما رو به یاد چیزای نوستالژی بندازه نیست. مبلست که نشان دهنده احتمالاً چیزی که آخرای زندگی حالا اون فرد پیر احتمالاً هر روز روش نشسته. واسه این رنگ صورتی حالا یه کفشی انتخاب کرده ولی خب نشانه اینه که یکی از زیباترین رنگ هایی که انسان در طول زندگیش میتونه ببینه این رنگ صورتی خاص. این رنگ مرواریدی که احتمالا مثلا لاکچری ترین چیزایی که آدم میخره تو طول زندگیش مروارید. کاور آرت خیلی چیز ابسترکت جالبیه. اون در هم بودن استیج 4 رو نداره. آخرین نگاهش واسه بازسازی یک چیزه. نشون دهنده آخرین نگاه شما به سلامت عقله. بازسازی یه سری خاطراتی که دیگه قرار نیست به یاد بیاری. و میرسیم به آخرین استیج، استیج 6. تو استیج 6 هیچ توضیحی نداره پس از آگاهی از وضعیت خودت، با موزیکی که هیچ شباهتی با چیزهایی که تا الان شنیدیم نداره، بدون هیچ شباهتی هم موسیقی اصلی، بدون درک از واقعیت. استیج 6 یکی از وحشتناکترین آلبوم های نویز رو بهتون تحویل میده. حس اینو میده که توی اتاقی قرار دارید که صدای ترس توش قرار گرفته. حسی که توی موزیک ها تجربه میکنید کاملا چیزی که توی اسم ترک ها نوشته شده. سر و صداها بعد از مدتی مثل خیلی از آلبوم های نویز اگه باشون آشنا باشید به آرامی براتون عادی تر و عادی تر میشه و فضا سازی این 6 ساعت و 25 دقیقه بهتون 5 دقیقه از دلخراشترین تجربیاتتون از موزیک میده. 5 دقیقه آخر موزیک، آخرین خاطره ای که یادتون مونده و ترک آروم آروم محو میشه و در خلقون میشه و حتی نویز سفید هم خفه میشه و دیگه صدایی برای شنیدن
وجود نداره. این آخرین تیکه شما بود، آخرین تیکه خاطرات و آخرین قطعه زندگی شما به عنوان آخرین تیکه آهنگ که داره محو میشه. یه دقیقه آخر موزیک نشون دهنده مرگ شماست. لیلند کربی تصمیم میگیره بیماری وحشتناک زوال عقل رو سیاهی سازی کنه و یه کار باور نکردنی انجام میده. شاک تراپی کامل برای شما، یه تجربه از انزوایی که به شما میده. توی این استیج بعضی وقتا با یک صدای یا با یک ملودی که به گوشتون آشناس روبرو میشید که متوجه میشید که چقدر دلتون برای چیزی که اول شنیده بودید تنگ شده. تو کاور آرت هیچ چیزی باقی نمونده و هیچ محرک قابل مشاهده‌ای وجود نداره. انگار داریم پالت رنگی اول باز میگردیم. پالت رنگی استیج 6 نمونه کثیف‌تر و سنگین‌تر از حالت اصلی خوده. درک تجربه یک پوسیدگی معادل تصویر یک رنگ جدید. چیزی که تو کاور آرت مشاهده میکنید یه تخته، یه قاب خالی. به زبون ساده کل این آلبوم ها ترک های دهه 20 و 40 برداشته شده، سمپل کرده، سلو، دیستورد، ریبرب و همین باعث میشه شما احساس تکراری بودن آلبوم رو بگیرید. این آلبوم به طور خاص چیزی به اسم موزیک نیست که ازش لذت ببرید، بلکه بیشتر شبیه به یک تجربه است که قرار نیست البته تجربه خوشایندی باشه. این بود داستان The Caretaker Everywhere at the End of Time، یکی از دارکترین آلبوم هایی که توی سطح اینترنت وجود داره. بشه انجام بدید. خیلی سعی کردم که کور نگهتون دارم نسبت به این آلبوم و اگه دوست دارید این آلبوم رو با هم گوش بدیم، چند روز صبر کنید، چند روز دیگه کامل کامل قراره که این آلبوم رو گوش بدم جلوی دوربین و توی اونجا به یه سری نکاتی که باید اشاره میکنم. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی موسیقی خوب گوش بدید.